درود خدمت شما هم میهنان عزیز، برنامه ایران در حال گذار رو دنبال میکنیم با هم. امروز برنامه اختصاص داره به صنعت ذوب‌آهن ایران و چگونگی به وجود آوردن این صنعت و سالهای متمادی که ایران به دنبال داشتن ذوب‌آهن بود و نتوانسته بود، تا اینکه بالاخره در ابتدای دهه 1970 این صنعت در ایران راه افتاد. جالبه، در روزنامه کیهان لندن و در روزنامه‌های دنیا صحبت اینه که یه نوجوان 19 ساله به عنوان مدیر عامل شرکت فولاد منصوب و 19 میلیارد تومان سهام به نام او کرده بودند. 19 میلیارد تومان و حقوقی که میگرفته یه چیز سرسام‌آوری بوده که اصلا آدم نمیتونه تصورش رو بکنه. و از نزدیکان آقای احمدی نژاد، محمد جهرومی، اختلاسی که اینا کردن یک رقم های بالغ بر یکی دو سه میلیارد دلار و مرتب این اختلاس هاست که میاد بیرون. این رژیم دوزها، اینا اومدن مملکت ما رو در دست خودشون گرفتن، وقت بچه های ایران باید گرسنه شب ها تو خیابون ها بخوابن. خب برنامه ما همونطور که گفتم ذوب‌آهن ایران. ایران از زمان رضاشاه بیش از 80 سال پیش با کمک آلمان ها به دنبال تأسیس کارخانه ذوب‌آهن بود. جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، تبعید رضاشاه، شکست آلمان هیتلری مانع این کار در اواسط قرن بیستم شد. چون آلمان بود که ذوب‌آهن ایران رو در کرج آغاز کرده بود، ساختمانش رو. با اینکه کارهای ساختمان در کرج آغاز شده بود، بسیاری از ماشین‌آلات آماده نصب شدن بودند. اشغال ایران و تبعید رضاشاه از جانب متفقین و مخالفت امریکا با ایجاد کارخانه ذوب‌آهن ایران که به دلایل خودشان آن را از لحاظ اقتصادی برای ایران غیر قابل توجیه می دانستند و در واقع نمی خواستند که ایران دارای کارخانه ذوب‌آهن بشود، مانع انجام این کار بزرگ شد. در سال 1964، زمانی که شاه سیاست گسترش روابط با شوروی رو اتخاذ کرده بود، به دعوت اتحاد جماهیر شوروی از آن کشور بازدید می‌کرد، طرح احداث صنعت ذوب‌آهن ایران رو با روس‌ها مطرح می‌کنه. پادشاه ایران اون زمان کمونیست‌ها، کشور کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی، و مورد توافق طرفین قرار میگیره. مخارج تأسیس اون رو روسیه با صدور گاز ایران به شوروی، البته با تخفیف زیاد از جانب ایران، میپذیره. گاز ایران رو روسیه به اروپا صادر میکنه. بیش از همه امریکایی ها به طور کلی از پروژه ذوب‌آهن ایران ابراز نارضایی میکردن، ولی شاه ارزشی برای مخالفت اونها قائل نبود. شاید این اولین زورآزمایی محمد رضا شاه پهلوی با غرب بود که شاه از اون پیروز درآمد. دومین حدود 10 سال بعد مربوط به کنفرانس کشورهای صادرکننده نفت در تهران در پایان سال 1973 بود که به چند برابر شدن قیمت هر بشکه نفت منتهی شد و در نهایت به سرنگونی رژیم شاه انجامید. خاطرتون هست که شاه بلند شد، خودش رفت، در مجلس سنا بود که کنفرانس برگزار می شد و در اونجا نطق خیلی مهمی ایراد کرد راجع به قیمت نفت و
اهمیت نفت و چرا قیمتش اینقدر پایین باید باشه. دکتر امیرعلی شیبانی که امروز در سن 90 سالگی مقیم لندن هستند و زمانی اگر عکسشون بذارن روی چیز که هم میهنان ببینند و زمانی معاون وزارت اقتصاد بودند با پشتیبانی وزیر دربار قدس نخعی بدون اطلاع وزیر اقتصاد وقت آقای دکتر علی نقی عالی خانی با پادشاه ارتباط برقرار میکنه و از طرف پادشاه به عنوان رئیس تشکیلات ذوب‌آهن ایران منصوب میشه. برخلاف روال معمول که پادشاه منصوبین وزرا رو بدون اطلاع وزیر مربوطه نمیپذیرفت، در اینجا پادشاه ترتیبی داده بود که دکتر امیرعلی شیبانی رئیس ذوب‌آهن ایران برای حل و فصل مسائل مهم مربوط به احداث و امور مربوط به اداره کارخانه ذوب‌آهن ایران در ارتباط مستقیم با شخص پادشاه قرار داشته باشه. علت عمده موفقیت دکتر شیبانی در امور مربوط به اداره و گسترش کارخانه ذوب‌آهن ایران به عقیده من هم همین حمایت مستقیم پادشاه از او بود. دکتر امیرعلی شیبانی پای گذار و ریاست اسبق ذوب‌آهن ایران دو روز پیش در یک مکالمه تلفنی از لندن به من گفتند، من این حرف ایشون رو تکرار میکنم، 8 سال پادشاه محکم پشت من ایستاد. 8 سال پادشاه محکم پشت من ایستاد. امروز ثابت شده که معادن زغال سنگ و سنگ آهن ایران که همه میگفتن که ما نداریم به قدر کافی سنگ آهن و زغال سنگ، معادن زغال سنگ و سنگ آهن ایران از جمله معادن بسیار مهم جهان به شمار می روند. معادن سنگ آهن ایران در سال 2009 در ردیف 8 در دنیا محسوب می شدند. طی سالهای گذشته ایران از جمله صادرکنندگان سنگ آهن به کشورهای مختلف از جمله چین بوده. اگر حکومت کارآمدی در ایران بر سر کار بود، به تخمین متخصصان امر، من تمام اینا رو از روی متخصصان امر دارم میگم نه خودم گفتم، تولید سالانه فولاد ایران امروز بین 40 تا 50 میلیون تن بود. اگر حکومت کارآمدی در ایران بر سر کار بود، به تخمین متخصصان امر تولید سالانه فولاد ایران امروز بین 40 تا 50 میلیون تن بود، در حالی که تولید ما امروز سالانه فقط حدود 13 میلیون تن است، یعنی در واقع 1/3 اون چیزی که باید می بود و برای مصارف داخلی کشور هنوز باید سالانه بین 5 تا 6 میلیون تن فولاد وارد کرد. خب کارخانجات فولاد ما امروز به ترتیب که آهن ناخالص تولید می کنند و گفتم در حال حاضر حدود 13 میلیون تن و دولت جمهوری اسلامی برآورد میگه، یعنی رقمی میده میگه برای امسال که 2012 است 17 میلیون تن. حالا ببینیم کارخانجات، یکی مبارکه است که 47% کل تولید کشور رو به دست میده، فولاد خوزستانه که 23% کل تولید، ذوب‌آهن اصفهانه که 20%، گروه صنعتی فولاد ایران ناسیوناله که 10%. معادن زغال سنگ کشور همونطور که گفتم، آهن رو براتون چیز کردم، زغال سنگ کشور نزدیک به 2 میلیارد تن کل
زغال سنگ کشور برآورد میشه. 2 میلیارد تن تولید و مصرف سالانش امروز 1.5 میلیون تن هست. خب با این مختصر که شما رو خواستم با صنعت ذوب‌آهن آشنا کرده باشم، علاقه دارم که جناب آقای حمید شیبانی که از بدو تأسیس معادن کل صنعت ذوب‌آهن ایران با برادرشون معاونت کل صنعت رو به عهده داشتند، متولد بیرجند هستند، تحصیلات متوسطشون در تهران تموم کردند، لیسانس علوم طبیعی از دانشگاه تهران هستند، دوره مخصوص مهندسی مکانیک رو در انگلستان گذراندند، دوره مخصوص رشته اقتصاد در دانشگاه ییل رو گذراندند و در مراجعت به ایران ابتدا در وزارت آموزش و پرورش و سپس در دبیرخانه شورای عالی اقتصاد به کار کارشون رو شروع کردن. مدتی در اصل 4 در تهران کار میکردن، در دولت‌های امینی و منصور با زنده‌یاد کشفیان و سپس در نخست وزیری و دبیرخانه شورای عالی اقتصاد کار کردن. از اولین سرپرست‌های کل عملیات ذوب‌آهن ایران بودند و تا قبل از انقلاب مدیر کارخانه ذوب‌آهن ایران. کتاب مهمی ایشون نوشتند تحت عنوان ذوب‌آهن آریامهر که خوندن اون رو به هم‌میهنان توصیه میکنم. خب قبل از این که ما جناب شیبانی رو روی خط داریم بیاریمشون، من راجع به شرحال دکتر امیرعلی شیبانی، برادرشون که رئیس و بنیانگذار صنعت ذوب‌آهن ایران هستند و در لندن زندگی میکنن، ولی به دلیل کهولت فکر کردن که بهتره که برادرشون در برنامه حضور داشته باشن. برادر آقای دکتر امیرعلی شیبانی رئیس و بنیانگذار صنعت ذوب‌آهن ایران، متولد بیرجند هستند، تحصیلات متوسطه رو در تهران تموم کردند، لیسانس مهندسی معدن رو از دانشگاه تهران گرفتند، لیسانس مهندسی از دانشگاه اوکلاهوما گرفتند در زمینه معدن، دکترای مهندسی از دانشگاه هاروارد گرفتند. مشاغل ایشون دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند، مشاور وزیر صنایع و معادن بودند، بنیانگذار و دبیر انرژی اتمی ایران بودند، معاون وزارت صنایع و معادن ایران، معاون وزارت اقتصاد، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن ایران از ابتدا تا 1978، دارای مدال درجه یک همایون و مدال ویژه پادشاه سوئد، مدال درجه یک وزارت علوم ایران به همچنین. خب با این توضیح جناب شیبانی اگر روی خط هستن خیلی خوشحال میشم اتاق کنترل تلفن رو وصل بکنه به با اسکایپ هستن. خب جناب شیبانی خیلی خوشحالم که تشریف دارین و با هم دیگه راجع به صنعت ذوب‌آهن صحبت میکنیم، با اسکایپ خیلی هم بهتره. من جناب شیبانی بارها وصف درستی پشتکار و سلامت کار در صنعت ذوب‌آهن رو من شنیدم. ممکنی که بفرمایید که علت اساسیش علاوه بر درستی خودتان و برادرتون چه بوده؟ درست بر جناب عالی. صداتون صدا بلند نیست. بفرمایید. درستی قربان از دید ما وظیفه است و به خاطر دارم اولی که کار رو شروع کردم قائم مقام مالی خودم رو و بعد رئیس تدارکات هر کدوم رو جداگانه ازشون خواهش کردم بیان پیش من و باشون صحبتی در میون گذاشتم. صحبت من هم به این صورت بود که
اگر رجال مملکت، سایر رجال در صد کاری که انجام دادن به چند تا اشتباه هم شده باشه قابل گذشته، ولی ما وقتی که کار رو شروع کردیم اولین کار بزرگ و حساس مملکت بود که به دست ما داده شد. اگر خدای نکرده رفتار شما جوری باشه که مسئله ایجاد کنی، وزارت دادگستری ببینه شایعه زیاد شده، بار ببینه مسئله چیه، کاری که آرزوی مملکت برای 100 سال بود این متوقف خواهد شد. بدونین که کارتون یه کار ساده نیست، مسئولیتتون یه مسئولیت ساده نیست و نقش در کار شما به قیمت آرزوی مملکت تمام خواهد شد. خوشبختانه همکارهای ما هم همه عملا امتحان شده انتخاب شده بودن. این بود که از این حیث ما مسئله نداشتیم، نگرانی نداشتیم و خوشبختانه می‌بینم با تمام تلاشی کردم که ایراد پیدا کنن ایرادی پیدا نکردن. آقای دکتر، آقای مهندس، نظر شما راجع به اون چه که انسیکلوپیدی ایرانیکا راجع به زوباهن ایران نوشته چیه؟ آیا خوندین اون مطلبی که در انسیکلوپیدی ایرانیکا هست؟ حقیقتش نخیر. یعنی گاهی یه سری آمارای میدن مأخذ کجاست دقیق اطلاع ندارم. نخیر، من کامنت خاصی نمیتونم بکنم. خب نظرتون در به طور کلی راجع به کار روس ها در تأسیس کارخانه زوباهن چه هست؟ تا جایی که ما ارتباط داشتیم صادقانه کمک میکردن. خود ما هم میخواستیم که به حساب مدیرعامل شرکتمون میدونستن چی میخوان، اونها هم سعی میکردن که انجام بدن خواسته های ما رو. این بود که مسئله نداشتیم، روابطمون بسیار صمیمانه بود. اگه بخوام وارد خاطره ها بشم، خب یادم میاد از همکارای خودم خواستم که شیفت دوم سوم یه سری به کارخونه کارگاه بزنین، تلفنی بزنین، وضع کار رو بپرسین و شنیدم که رئیس قسمت نبرد بعد از نصف شب ساعت 1-2 بعد از شب تلفن میکنه به کارگاه، کارگاه چه خبر دار، چطور وضع کارتون؟ سرفراز سیشیف میگه برنامه روزها دادن اجرا میکنیم و کارمونو داریم میکنیم. بهش دستور میده که در اتاق کارشناس های روز رو ببندن. صبح که میان ناراحت میشن و اعتراض میکنن این چه وضعیه، چرا در اتاق ما بسته است. میریم پیش آقای شیبانی شکایت میکنیم از شما. اونم میگه شکایت کنین، میخوان منم به آقای شیبانی بگم که آقایون کارشناسا تعلیم به کادر رو کنار گذاشتن، خودشون برنامه میدن و بعد که اجرا کنن. شما باید به مهندسین ایرانی تعلیم بدین که خودشون بتونن برنامه کار رو تهیه کنن و کارشون رو انجام بدن. کارشناسا معذرت خواهی میکنن و اون مشکل مرتفع میشه. هم ما میخواستیم کار یاد بگیریم، هم اونها هم صادقانه کمک میکردن. کادر اولی که فرستادن کادر ورزیده و متوتری بودن. روابطمون هم بسیار خوب بود. چه تعداد در مجموع کارشناس روسی در ایران داشتیم؟ مجموعاً میتونم بگم 900 نفر بودن. وقتی که هم
هم کار ساختمانی بود، هم کار بهره برداری. در اصفهان حدود 900 نفر بودن. منتها اینها به تدریج کم می‌شدن. منتها شرایط توسعه مملکت توسعه به طوری شروع شد که تعداد زیادی از مهندسین ما همین در که کار یاد می‌گرفتن با امکانات 4-5 برابر حقوقی که ما می‌دادیم بخش خصوصی اینها رو می‌برد. این بود که ما عملاً مجبور بودیم برای که کادر جوانی که تازه میاد هم کار یاد بگیره یه مقدار رو نگه داشتیم. عملاً برای کار ساختمانی سرکارشناس روسمون مرحله اول ساختمان که تموم شد به من میگفت آقای شیبانی، ما وقتی که آمدیم سرکارشناس های ما تو سر خودشون میزدن که غیر ممکنه با این همکارها ما بتونیم این کارخونه رو به موقع تمام کنیم. و الان من بهتون میتونم بگم که شما دیگه احتیاج به کارشناس روس ندارین. ما اگر کارشناس بفرستیم فقط برای نظارت در انجام طرحه، برای که بدونیم خب کار طبق مشخصات در انجام میشه. همکارهایی هم که ما در اختیارشون میذاشتیم اغلب جوانهایی بودن که تازه از درسشون رو تمام کرده بودن، دوره خدمت نظامشون رو در کارخونه میگذروندن و خب هم استعداد نشون میدادن، پشتکار نشون میدادن. خاطره ای رو پس تعریف کنم براتون. 5 ماه بود که خواسته بودم همه سرکارشناسا 5 دقیقه به 7 صبح درب اصلی کارخونه باشن. خب همه می آمدن که ببینیم در طول شب از برنامه شب چه کارهایی انجام شده، چه کارهایی باقی مونده، به چه علت انجام نشده. ساعت 5 بعد از ظهر همه دم درب اصلی کارخونه باشن و باز ببینیم در طول روز از برنامه روز چه مقدار انجام شده، چه مقدار انجام نشده. و ساعت 6 شب، 7 شب، 8 شب جلسه شروع میکردیم با گروه های مختلف که برنامه شب و فردا چی باشه. بعد از 5 ماه این شرایط یه روز مدیر عامل آمدن و گفتن که علازت فرمودن ماه دیگه کارخونه را اندازه بشه. من موندم که خیلی یه مقدار کار مونده بود، از نبرد کوچیک هیچ کاری انجام نشده بود و گفتن به هر حال من فکر کردم علازت نظر خاصی داشت دارن و این برنامه باید انجام بشه. روز بعد، شب بعد، جلسه ی ساعت 8 شب که شروع کردیم با همکارا، سرکارشناس روس محتم برگشت: آقای شیبانی، اگر کار به این وضع انجام بشه نمیتونیم کارخونه را اندازی کنیم. من نگاه کردم گروهی جمع بودن مهندسین حدود 27-28 نفر، شاید 2-3 نفرشون با سابقه کار 3-4 ساله بودن، بقیه همه جوانهایی بودن که دوران خدمت نظامشون رو، یعنی فرض بفرمان بین 6 ماه تا 1 سال تجربه کار داشتن. و نگاه کردم گفتم با آقایون که نگاه میکنم من همه رو جوان میبینم، بین این جوان ها کسی هست که روی ما رو کنار بذاره؟ بعد از یک سکوتی رئیسشون، سرمهندسشون گفت: نه آقای شیبانی، تمام میکنیم کار رو. البته شرایطی پیش آمد، کارگر روشگار توی تونل ها میخوابیدن، وسیله کار بهشون در محل میدادن، غذا شامشون میدادن، از خواب که بیدار میشدن کار میکردن. نورده 350-350 روز افتتاح محصول داد، رکورد میشه. همین جوانهایی که تازه از مدرسه در آمد بودن. جناب شیبانی، این روی مطالبی که من خوندم، شایدم اشتباه اون چیزی که میگم، میخوام شما تصحیح کنید، دیدم که
توی دولت مردان ایران خیلی ها نبودن که حمایت میکردن پادشاه رو و کاری که شما میکردین اینا در ارتباط با روس ها و زوباهن، ولی خوندم مثلا تیمسار پاکروان یکی از افرادی بوده که حمایت میکرده، صفی اصفیا خوندم که یکی از افرادی بوده که حمایت میکرده، بقیه کیا حمایت میکردن واقعا از برنامه‌ای که شما ها داشتین پیاده میکردین؟ ببینیم پشت سر یه عده بودن، فرض فرمان رئیس دیوان عالی کشور، هیئت، بله خوش میخوام، جناب قدس نخعی وزیر دربار، اینها یه سری، قدس نخعی که شد وزیر امور خارجه، ایشون وقتی وزیر دربار بودن بزرگترین حمایت بودن و یه ده کمک میکردن، ولی عده‌ای که کارشکنی میکردن هم کم نبودن. شما تعداد زیادی رو نگفتین، فرمودین قدس نخعی بوده و پاکروان بوده، صفی اصفیا بوده، عبدالله انتظام، ایشون از مشاور زوباهن بودن، مسائل کلی رو مدیر عامل شرکت با ایشون مشورت میکردن. ولی امریکایی ها که به هیچ وجه راضی نبودن از کاری که شما شروع کرده بودین با روسا. امریکایی ها حالا اسنادی که در آمده که خیلی سریع آقای ایزنهاور به سفیر انگلیس میگه از طرف من پیغام بده اگر به روسا نزدیک بشین سلطنتتون را از دست خواهید داد. ای نه، اون چه که مردم ما متوجه نشدن این بود که شاهنشاه آریامه جان خودشون رو برای بهبود زندگی کارگر و زاره ایرانی ریسک برمودن. اروپا کمک نمی کرد، اروپا همه جور مشکل هم ایجاد میکرد. ببینید مامور میامد از عنوان مشاور سازمان ملل میفرستاد بیان رسیدگی کنن، میامدن گزارش میدادن فلان معدن آهن شما این فسفر زیاد داره، این قابل استفاده در زباهن نیست. رجال مملکت ما هم که همه متالورژیست که نبودن، که اونهایی که پول بدن وکلای مجلس یه دست وزرا یه خود کافی بود دلشون شل بشه، ولی وقتی یعنی با توضیح مفصل به این صورت کارشکنی شروع میشد. ولی خب برای کسی که متخصص بود میتونست که خب این با سنجوری با به حساب سرم کردن آپاتیت های فسفوردار این مسئله رو حل کرد، یا یه مقدار از هم یه چند معدن رو با هم مخلوط کنن که قابل استفاده باشه. اینجور مسائل پیش می آوردن. بعد که چک می کردیم یه دستگاه دیگه خود می آورد که ما حاضریم این معدنتون رو به حساب خود سنگ های فسفوردارش رو جدا کنیم، مجانی سنگش رو به شما تحویل بدیم. وقتی چک میکردن معلوم میشد که این آپاتیت های فسفوردار 1% مواد گران قیمتی رو داره که لااقل 20 میلیارد دلار ارزش داره و یه همچین ثروتی و به صورت یک مانع جلوه دستگاه دولت ایران برای شل کردن افکار عمومی مطرح می کردن. من می دیدم از دانشگاه ادینبرو استاد می آمد که رسیدگی کنه ببینه اصلا کارگر ایرانی توانایی داره در یه صنعت سنگین کار بکنه یا نه. و بعد وقتی که یه ایرانی هم همکار از محصلین ایرانی هم همراهشون می آمدن آخر سر می دیدم که می گفتن که خجالت زده شدیم،
یک رو بیش از زمانی رو که تست میذاشتن برای یک کارگر انگلیسی که به اون حد که میرسید دیگه متوجه میشدن ممکنه خطر داشته باشه برای کارگر، یک رو بیش از اون زمان هم روی کارگر ایرانی فشار میذاشتن، ولی میدیدن کوچکترین آثاری از اون چه کارگر انگلیسی نشون میده که دیگه تحمل نداره کارگر ایرانی نشون نمیداد. و اینا یه وسیله هایی بود که یه خود از پشت سر گرفتاری درست کنن. جناب مهندس، اطلاعات شما در ذوب‌آهن راجع به معادن زغال سنگ و سنگ آهن تا چه اندازه بود در اون زمان؟ در بعد از چین بزرگترین ذخایر زغال سنگ رو بعد از چین ما داریم و امروز هم چین داره مقداری از زغال، از معادن آهن ایران استفاده میکنن، یعنی بهش میفروشند. متوجه نشدم سوال جناب عرض کردم که ضمن تایید فرمایشتون امروز هم مقداری سنگ آهن ایران به چین صادر میشه. من توی اگر چنین کاری بکنن من فکر نمیکنم کار صحیحی انجام دارن میکنن. معادن سنگ آهن ایران به قدری بالاست که خودشون گوشه ای از اونو دارن استفاده میکنن و یه مقداری در حال حاضر دارن از جمله به چین میفروشن. خب اینها فکر 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 20 سال دیگه رو نمیکنن. ببینید یه صنایعی رو که نمیشه آدم فکر کنه امروز داریم، حالا 5 سال دیگه که ما نماینده مجلس نخواهیم بود، ما که نخست وزیر نخواهیم بود، اینجور صنایع باید برنامه 50 ساله، 100 ساله، 200 ساله داشت. من منطقی چنین کاری رو منطقی نمیدیدم. بله بله میفهمم که چی میفرمایید، ولی آنچه که گفت عرض کردم این کاری که دارن در حال حاضر میکنند. صنایع چیز معادن زغال سنگ ایران هم حالا دیگه معلوم شده چقدر معادن وسیع ایران داره در زمینه زغال سنگ. بله اشارم تمام کبیر ایران صد فرسنگ ذخایر زغال سنگ بعد از چین بزرگترین ذخیره رو داریم. خب قبل از مطالعات شما و همکارانتون در مورد ظرفیت معادن سنگ آهن و زغال سنگ ایران، اون وقتی که در اون زمان ما اطلاعاتی که داشتیم امریکایی ها بر اون اساس بود که میگفتن شما نمیتونید ذوب آهن داشته باشین چون معادنش رو ندارین، اینطوره؟ هم هست هم نیست. صنعت همیشه رقابت وجود داره. من وقتی که کار در اصل چهار شروع کردم، معاون اصل چهار آمد گفت که حالا که آمده اینجا پس با این مقرراتی که ما داریم آشنا بشو. کتاب مقرراتشون من مبهوت شدم وقتی دیدم که نظر ما کمک به توسعه سریع ایران نیست. ما اینا رو دلخوش نگه داریم که روز به روز وضعتون بهتر خواهد شد. به من ماموریت دادن دولت مشکل مالی داشت، از چه راه میتونیم این مشکل مالی رو حل کنیم. یک مورد که مراجعه کردم دخانیات بود که سیاست خرید و فروش و اینها رو ببینم چه تغییری میشه، در چه درآمدی میشه براشون تأمین کرد. اونجا از من خواهش کردن که حالا که قصد کمک به ما داره، یک کیلو تخم تنباکوی ویرجینیا به ما بدن. بعدم شوخی اضافه کردن خب حالا نیم کیلو هم دادن کافیه. همکار دیگه شون گفت 100 گرم هم بدن کافیه، چون ما هرچه سعی کردیم ببون ندادن، جواب مثبت ندادن به ما. من این پیغام رو به معاون اصل چهار منعکس کردم. سه هفته بعد به من گفت که بهشون جواب بده که متاسفانه ما عضو دولت امریکا هستیم و
و اجازه نداریم به صنایعی که با بخش خصوصی امریکا رقابت میکنه کمک کنیم. عجب. امریکا هم که تمام صنایعش دست بخش خصوصی دولت امریکا کاری صنعتی اداره نمیکنه. انگلیس و فرانسه و اسپانیا و دیگران چطور؟ به صورت افواهی آدم میگید خب شما اگر آهن بسازین بلژیک تیراهنشو به کی بفروشه؟ رقابت از کردم توی صنعت همیشه رقابت هست و تجارت رقیب رو تحمل نمی کنی. ما به یک مرحله بدتری رسیدیم. ملاحظه می فرمان سیاست مسائل بین المللی عوض شد. بعد از جنگ بین الملل اول امریکا میخواست توی بازار مستعمرات اروپایی راه پیدا کنه، تشویق میکرد کمک به جهان سوم باعث توسعه کشورهای خود ما خواهد بود، یعنی فشار گذاشت روی امریکا که اگر که تو این ممالک جهان سوم توسعه پیدا کنن شما جنس بیشتر میتونین بفروشین، به توسعه اقتصادی خودتون کمک خواهد کرد. اواخر وضع عوض شد. 1971 دیگه کتاب لیمیت تو گروث مطرح شد، محدودیت رشد اقتصادی با این شرطی که مصرف مواد اولیه اضافه بشه، این مواد اولیه هم که یه حدی داره، با این ریت مصرف اگر اضافه بشه دچار مشکلاتی خواهند شد. مشکلاتشون هم تمام سیستم اقتصادیشون کن لفظ خواهد کرد. این بود که سال بعد ریکامندیشن توصیه های MIT به کلاب و روم این بود که توصیه اقتصادی دنیا باید متوقف بشه، توصیه جمعیت دنیا باید متوقف بشه. یه سری از این مسائل رو که چجور جلوه حل این مشکل چجور این مشکل را حل کنن و متاسفانه عملا سیستم دموکراسی که دارن که کسی مسئولیت طویل المدت رو نمیپذیره به این مطالب گوش ندادن، کاری نکردن که اخیراً عوارضشو با این وضع جدیدی که براشون پیش آمده میبینیم. اینطور که من خوندم تولید ما چقدر بود در زمان انقلاب؟ تولید فولاد ما ببینیم، ما آمادگی داشتیم که مرحله توسعه رو راه بندازیم، حتی گرم کردن باتری های مرحله توسعه رو شروع کردیم، منتها شرایط مملکت به وضعی پیش آورد که امنیت من دیدیم که ممکنه در خطر باشه، دو مرتبه آرام کردیم، کووید خاموش کردیم، باتری های کشتاسی رو. اون روز اگر راه اندازی رو ادامه دادیم تولید به 2 میلیون تن در سال میرسیم. 2 میلیون. بله. و بعد ما عملا فقط با یک کارخانه. بله. فقط با کارخانه ذوب‌آهن. بله فقط ذوب‌آهن آریامه میتونستیم شروع بکنیم مرحله تولید 2 میلیون تن بود و داشتیم آماده بودیم که شروع کنیم توسعه مرحله تا 4.5 میلیون تن رو که دیگه این مشکلات فتنه و انقلاب پیش آمد. مبارکی در چه وضعی بود اون زمان؟ مبارکه اونا تازه صحبت مبارکه نبود، اون وقت رفته بودن یعنی برنامه این بود که جنوب کشور کنار دریا باشه، چون سنگ میبایست از هندوستان میامد و بعد از انقلاب مصمم شدن که کارخونه رو بیارن به مبارکه.
عملا در مبارکه هیچ اقدامی انجام نداده بودن. ولی مسئله که جالب بود، یعنی از نظر ما فکر میکردیم که جالبه، ما کارخونه رو به مرحله 2 میلیون تن میتونم بگم با حدود 500 میلیون دلار میتونستین ظرفیت رو ببرید. کارخونه بود، معادن بود، شهرها بود، همه اینها. ولی کارخونه که در مبارکه گذاشتن 10 برابر این فقط هزینه ارزش پول داده بودن. اون برای یه ظرفیت 3 میلیون تن، ولی عملا هنوز کار شروع نکرده بودن. صبح قرار بود بندر عباس ساخته بشه. بله بله. خانا در امروز مهمترین تولید ایران در مبارکه است، بعد خوزستان، بعد اصفهان، بعد گروه صنعتی فولاد ایران ناسیونال. یعنی امروز در مجموع چیزی در حدود 13 میلیارد تن، 13 میلیون تن ظرفیت داره کارخانه. از کل تولید فولاد ایران که نزدیک به 13 میلیون تنه، در همین سال، در یعنی در سال گذشت، سال 2011، تولید چین بوده 684 میلیون تن، 684 میلیون تن اولین در دنیا. ژاپن بوده دوم 107 میلیون تن، امریکا بوده 86 میلیون تن، روسیه بوده 67 میلیون تن و ما بودیم در 2011 13 میلیون تن. حالا پیش بینی که میشه اینه که ایران در حال حاضر ظرفیتش ظرفیت 50 میلیون تنی رو داره. البته زغال سنگ ما داره، حتی چیز تولید زغال سنگ ما عجیب بالاست و یعنی معادنمون بالاست، ظرفیت معادنمون عجیب بالاست و ظرفیت سنگ آهنمون هم به همچنین. اصلا پیش بینی میکردیم که یه همچین وضعی ممکنه صنایع سنگ آهن و زغال سنگ ما پیدا بکنه؟ همه فکر میکردن که، یعنی امریکایی‌ها که دائم میگفتن شما زغال سنگ ندارین، سنگ آهن هم ندارین به قدر کافی. بله، حالا چقدرش رو، البته اطلاعاتی هم نبود، اطلاعاتی هم نبود. حتی من یادم مدیر عامل شرکت تعریف میکردن، به جلسه دولت رفته بودن برای دفاع از بودجه زغال. اونجا رئیس سازمان برنامه مخالف ایجاد زغال، معاونینشون همینجور و اصلا ایراد میگرفتن به کادر زیردست که چرا بودجه زغال رو گذاشتید توی برنامه. مدیر عامل شرکت برمیگرده، آقای توضیحات به جناب دکتر امینی که نخست وزیر بودن میدن، از مدیر عامل زباهن که سوال میکنن، پاسخشون به این صورت بود که جناب آقای نخست وزیر، فکر نکنین این 4 میلیون تن، 4 میلیون تومنی رو که شما امروز به بودجه زباهن میدین فردا کلنگ کارخونه زباهن رو میخواییم بسنیم. این برای مطالعه زمین شناسی است، ببینیم اصلا معدن آهن چی داریم، زغال سنگ چی داریم، امکان اینکه این صنعت رو داشته باشیم داریم یا نداریم. و بعد خوشبختانه جناب امینی میفرمان با این توضیحی که جای بحث بیشتر مطرح نیست، بودجه زغال تصویب میشه. چقدر ما اطلاعاتمون کم، چقدر اطلاعات میگن و امروز خب به علت اینکه حالا دیگه شناساییش خیلی اونقدر مشکل نیست، اینه امروز پیشبینی که میشه ایران خیلی منابع بیش از این داره. یکی از بین 16 کشور با منابع طبیعی بسیار بالا در دنیا و شاید منابع طبیعیش خیلی از اینها هم بیشتر باشه. فقط متاسفانه اخباری که من میشنوم اینی که اونهایی که کارها دستشونه بیشتر فکر میکنن خب منابع زیرزمینی که داریم اینا چرا خودمون رو دچار دردسر گرفتاری با کارگر بکنیم، با این منابع میفروشیم
زندگیمونو میکنیم. آه بله درست. یه تخمه نون هم میدیم طبقه پایین بخورن. اینی که آدم رو به وحشت میندازه که این سیستم فکر، سیستم فکر مثبت نیست. خب چیز جناب دکتر مهندس، شما تولیدات ذوب‌آهن در واقع زیر نظر شما بود و کارخانه به طور کلی زیر شما به عنوان معاون دکتر شیبانی و همه چیز زیر نظرتون بود. روس‌ها بنابراین از روابطشون با ایرانی‌ها راضی بودند و آیا سعی می‌کردند در این تعداد کارگر و مهندس و غیره که میفرستادن افرادی باشن برای مامورین اطلاعاتی و اینا هم زیاد داشتن؟ ما وارد اون مسائل نمیشدیم، اونا کارای ولی اطلاع پیدا میکردیم. اطلاع پیدا میکردیم، هم بود هم نبود. ببینید به هر حال برای 20 سال اینها گفته بود دستگاهی که در ایران درست کرده بودن از طریق حزب توده مالکین رو بکشین، کارخونه دارا رو بکشین. این حرف ها بود، اینی بود که با چشممون باز می بود، حواسمون جمع می بود. ولی خب اعتماد هم اگه نباشه آدم کار نمیتونه بکنه. درسته، کاملا. اگه درست به خاطر داشته باشن روز افتتاح کارخانه ذوب‌آهن شاه تو نطق خودش این رو میگه، میگه یعنی این درسته، از کتاب ها در آوردم، من به دوستانمان، شاه میگه به دوستانمان توصیه میکنم در مورد کارهای حیاتی از این قبیل آنچه را که با ما کردید با دوستان خودتان نکنید. خاطرتون هست آقای؟ بله. یعنی شاه به امریکایی ها میگوید که آنچه را که با ما کردید با دوستان خودتان نکنید. از این مطلب جالب ترشون به کنسورسیوم اخطار میکنم. اون عملا جان خودشون اونجا ریسک کردن. نفت خون اقتصاد دنیای صنعتی شده است. تحمل شنیدن چنین چیزی رو نداشتن. مردم ما درک نکردن. یه عده افرادی که درک سیاست نداشتن نتونستن بفهمن چرا یه میدیای کشورهای مسیحی نژاد میان اسلامی رو تبلیغ، بلندگوی اسلامی میشن که میگه هر کس میگوید خدا پسری داره بکشید، هر کس تشخیص میده بکشید. این درک سیاست توی طبقه ای که این فتنه رو ایجاد کردن نبود که به این مشکلات امروز دچار شده. جناب مهندس، قبل از تولیدات کارخانه ذوب‌آهن ایران احتیاجات خودش رو از کجا تامین میکرد و چه کیفیتی داشتین آهنی که وارد میکرد؟ ببینین وقتی که من خوندم که کیفیت کار شما خیلی بالا بوده. بله بله، سنگ آهن ما تیتانیوم داشت. تیتانیوم مشکلاتی درست میکنه ولی عوضش مقاومت تیراهن رو خیلی بیشتر میکنه. ما این رو خیلی زود معمارها متوجه شدن که آهن ما از آهنهای دیگهی که میاد مرغوبتره و حتی تیراهن 12 رو به جای تیراهن 14 که از خارج میومد مصرف میکردن. سنگ معدنمون تیتانیوم داشت. سوال اولتون یادم رفت، جواب بدم. سوال اولی که کردم راجع به معادن ذوب‌آهن، سنگ آهن و زغال سنگ در اون زمان بود، در اون زمان پیش بینی چی بود؟ در ببینیم وقتی که صحبت برنامه ریزی این بود که خب ذوب‌آهن ایجاد بشه، واردات مجموع آهنالات به کشور به 500 هزار تن نمی‌رسید. یه چیزی حدود 500 هزار تن بود.
این تمام اون چیزهایی که با آهن ساخته میشه. و اون وقت وقتی که صحبت با چه وسعت کاری رو شروع بکنن، اگر پیشنهاد 200-300,000 تن میشد میگفتن این زیاد نکنید این کار، ولی وقتی که محصول کارخونه ما راه افتاد، عملا واردات آهن به 5,000,000 تن رسیده بود. توسعه اقتصادی ما اینقدر سریع بود که مشکلات حمل و نقل پیش آمد. اینفراستراکچر زیربنایی بعد از تأسیس 600-650,000 تن توسعه تا 1,000,000 یه مجبور شدیم تمام پیشبینی ها رو عوض کنیم و کارخونه طراحی بشه روی ظرفیت بین 8-10,000,000 تن. من هر جا که خوندم اینه که از وقتی که بهره برداری از ذوب‌آهن، کارخانه ذوب‌آهن آغاز شد، اعتماد به نفس شاه خیلی بالا رفت. وقتی این رو من از در صحبت‌های اولیا حضرت هم شنیدم که فرمودن بعد از اینکه کارخانه را افتاد شروع کردن که رو ما حساب کنن. البته متاسفانه شاهنشاه این تصمیم رو گرفتن، نازم فرمان مسئله بزرگتر و پیچیده تاری. وقتی که توجه فرمودن که قدرت اسلحه های اتمی به قدر زیاد شده که دیگه جنگی نخواهد بود، بنابراین اینا این جنگ زرگری هاشون رو چرا ادامه میدن؟ چرا درست با هم کار نمی کنن؟ تصمیم گرفتن اگر که به شوروی نزدیک بشن، شوروی کمک کنه به صنعتی شدن کشور ما، اونها هم عملاً هدایت میشن که اونها هم کمک کنن. شروع کردن به سرمایه گذاری، منتها شیطنت رو کنار نذاشتن، به صورت قارت ایران کار رو شروع کردن و گرفتاری های بعدی رو درست کردن. یعنی انقلاب افزایش انتظارات رو دنبال کردن، خواسته های بیشتر. جناب مهندس، شما تعداد کارگرانتون در مجموع چه بود؟ این سوال از من گاهی شده و اکثر عمل بد شنیدم داشتم روش. سوال میکردم کادر شما چقدره؟ من یا رباب عمومی میگفت 40,000 نفر. بعد میدیدم که یکی دو هفته بعد توی نشریه مثلا تهران اکانومیست مینوشت که ذوب‌آهن ایران 4 برابر ذوب‌آهن‌های دیگر کارگر داره. خب این فقط گمراه کننده بود برای مردم، چون از این 40,000 نفر 30,000 نفر افرادی بودن که می ساختن کارخونه رو، 10,000 نفر هم همین جور آدم بگه ذوب‌آهن ما 4 برابر ذوب‌آهن‌های خارج کارگر داره، نشون میده که هیچی از ذوب‌آهن نمیدونه. یه ذوب‌آهنی که مدرن نبود در اون دوران، این کارگاه اگلومراسیون تهیه بار کوره نداشت. یه کارخونه‌ای که مواد نسوزش از خارج می‌خرید، این کارگاه پخت آجر نسوز، آجر سازی نداشت، پخت پودر نسوز و اینها نداشت. کارخونه‌ای که کوکش از خارج می‌خرید، این دیگه کوکسازی نداشت. اگر که کوکسازی داشت، ممکن بود گازهای فرارش رو بده به یه کارخونه دیگه، حالا اشکاه مواد تولید مواد شیمیایی زاید کوک رو نداشت. اگر از یک مملکتی بود که آب فراوان بود، سیستم سرکولاسیون آب نداشت. اگه فقط کارخونه بود که چدن میفروخت، دیگه فولادسازی و نبرد نداشت. اگر فرض به فرمان فقط شمش فولاد میخواست بفروشه، کارگاه های نبرد رو نداشت. اگه توی یه منطقه صنعتی تعمیراتش رو کنترات میداد، لوازم الکتریکیش رو میخرید، هیچ کدوم از اون کارگاه های
ساخت لوازم یدکی رو اینها رو نداشت. بنابراین این مقایسه ها گمراه میکرد. بعد تازه کارخونه دو شیفت کار میکنه، سه شیفت کار میکنه، کادر متالورژی وقتی که صحبت میکنن کادر یک کارخونه ایسو باید چقدره صحبت کادر متالورژی رو میکنن، ولی وقتی شما زندگی کارشناسا، زندگی کارگرا اینها رو اضافه میکنید، کارخونه ما عملا شاید با 300 نفر چرخهای اون کارخونه در ارشیف میگشت. اینی که این ارقام به این صورت مطرح کردن یه خورده میتونه گمراه کننده باشه. مدیریت دستگاه مدیریت زباهن مفتخر بود به کاری که انجام میده، درست فکر میکنه، درست کار میکنه، یعنی کار روی حساب. اون چه در نظر بود بالاخره باید با دنیا رقابت میکردیم. شما در مورد دنیا بود که مجبور بودیم بهترین چیزی که امکان داره داشته باشیم. آقای مهندس، در زمینه مسائل رفاهی کارگران زباهن چه کرده بود؟ میدونم که شهرکی که درست کرده بودید نزدیک کارخونه یه شهرکیه که در نمیدونم سوئدیا یکی دو تا کشور مقام خیلی، یعنی نقشه های ساختمانی و شکل شهرک رو و پیشبینی هایی که شده در ساختن شهرک مورد تمجید قرار دادن. اینو من میدونم، ولی خیلی دارم میخواد خودتون بفرمایید. ماستر پلان شهر ما، آریا شهر، برنده جایزه بهترین ماستر پلان 1975 شد. یک انسیکلوپیدیای شهرسازی دنیا این گزارش رو میده. ببینین اساسا خود ذوب آهن مسئله کار بود، برای اینکه ایرانی بتونه کارگر ایرانی پروداکتیویتی بالای تری داشته باشه، بتونه زندگی بهتر داشته باشه. اساس زندگی بهتر مردم بود. زندگی مردم هم مشکل نیست تأمینش. اگه آدم ساده فکر کنه، فکر پاس کنی، خب انسان لازم تنفس بکنه، بنابراین هوای تمیز کمک به سلامتش میکنه، جلو آلودگی رو باید بگیره، بنابراین شهر کجا باشه که آلودگی کم، هوا کمتر داشته باشه، آب تمیز بخوره. خب این تأمین آب تمیز کار مشکلی نیست، البته کار فنی این کار رو باید کرد، ولی وقتی که آدم بدونه، ساده فکر کنه، چطور میشه یه زندگی سالم رو ایدار کرد؟ ورزش لازم داره، استراحت لازم داره، خونش باید سالم باشه. هدف ایجاد زندگی سالم بود. بنابراین مسئله آموزش مهم بود. آموزش از حتی از سن قبل از تولد، در سن حاملگی، بعد مسائل کودکستانش، مدارسش، مدارس حرفی، بهداشتی، گروهی که بیمه های طرف اجتماعی نخیر امریکا لس آنجلس اونجا رو تشکیل طراحی کرده بود، آمد شروع کنه برای ما و گول میداد با این سیستم شهرسازی که شما دارین، من دو سال دیگه از امریکا آدم میارم به مملکت شما که ببینه یک کاری رو اصولی بخواد انجام بشه به چه طرز انجام بشه. رئیس مدرسه آرشیتکتور دانشگاه هاروارد آمده بود به مدیر عامل شرکت ما، میگفت آقای شیبانی یه از کارآموزای ما که دوره دکتراشون رو شهرسازی رو میبینن بیان آریا شهر کار کنن.
آقای دکتر شیبانی بهشون گفته بودن که خب شما که شهرهای به اون عظمت رو دارید که چرا چنین پیشنهاد، تشکر میکنم از کمپلیمانی که به ما میدید. گفته بود نه من کمپلیمان نمیگم، ما شرایط اجتماعی ما اجازه نمیده اونچه در دانشگاه های خودمون تدریس میکنیم پیاده کنیم، ولی این جوانایی که شما رو کار گذاشتیم اونچه که ما تدریس میکنیم به بهترین بچی دارن پیاده میکنن و ما حاضریم بیان به امریکایی ها نشون بدیم که کار رو اگر بخواد اساسی باشه به چه تقریبات باشه. مسئله رفاه کارگر، زندگی کارگر، همه مردم، اساس زندگی مردم بود بر اساس فهم و شعور. جناب شیبانی، شهرک آریامهر که چه تعداد خانه ساخته شده بود اونجا؟ وقتی که من طرح کردم 3000 خونه، 3000 واحد مسکونی شده بود و ادامه داشت. 3000 واحد دیگه در حال ساختمان بود. برنامه ما این بود که بین سالی 1500 واحد جدید. سالی 1500. تعداد کارمندان و کارگران شما در مجموع 40,000 یا 45,000 بود؟ 40,000 نفر کار. یعنی ما بقی در اصفهان زندگی میکردن؟ تمام منطقه از حدود 150 کیلومتر تمام دهات شهر کرد و منطقه بختیاری و اصفهان و همه اطراف بیامدن. وقتی می اومدن اونجا با خانواده می اومدن یا اینکه می اومدن می رفتن؟ باز مثلا شرایط کار ما شرایط مشکلی بود. در این 10 سال عملا 120,000 نفر آمدن و رفتن، حدود 40,000 نفر به صورت اون گروهی که ثابت بود، ولی می آمدن می رفتن. ببینین سالی 200 نفر مثلا مهندس دوران خدمت نظامش رو که انجام می داد تموم که می شد 20 تاشون می موندن بقیهشون می رفتن. کارگرها هم تر شهرسازی اصفهان خیلی عقب بود. عقب بود خیلی، یعنی مستر پلن آریا اصفهان رو هنوز روشن نکرده بودن و جمعیت اصفهان دو برابر شده بود در ظرف 10 سالی که ما اونجا بودیم. این قیمت ها رو بالا برده بود، شرایط رو مشکل کرده بود. این بود که افرادی که می اومدن بعد از مدت می دیدن تحمل نمی کنن می رفتن، بازی گروه دیگه می آمدن. خب آقای مهندس، بر اساس اطلاعاتی که شما احیانا دارین، این رژیم چه کرده در این مدتی که سر کار بوده؟ اصفهان به عنوان نمونه بگیریم. در حدود هر شعور خودش کار کرده که متاسفانه زیاد نمیشه گفت. خیلی جالبه. خب مهندسان ایرانی چطور؟ وقتی می اومدن اینا در چه رشته؟ مهندس مکانیک بودن اینا، مهندس الکتریک بودن اینا، مهندسین سیویل بودن و غیر و ذالک. اینا در واقع بعد از 3-4 سال که کار می کردن حقوق و مزایاشون در چه حدی قرار داشت؟ همه ی رشته های فنی، همه ی رشته ها زباهن یک کاری بود که احتیاج به تمام رشته های فنی داشت. برمان خود ساختمان از کارهای سوئیل مکانیک شروع می شد تا فرض رو فرمان ساختمان های اسکلت فلزی، ساختمان های بتونی، شبکه های آب، برق، گاز. رشته ای نیست که اونجا تخصصش مورد احتیاج نباشه. معادن زغال سنگ هم زیر نظر شما بود؟ نه، اون معادن زباهن 7 شرکت وجود بود.
معادن کوچیکی که در منطقه اصفهان بودن، خاک نشوز بود، آهک بود، کوارتزیت بود، دولومیت بود، اینهایی که در نزدیک اصفهان بود من نظارت، یعنی مشکلی اگه داشتن برای حل مشکلشون من کمکشون میکردم. ولی معادن سقال سنگ هم شمال هم سنگ آهن و کرمان اینها، اونها واحد های جداگانه، واحد های جداگانه وابسته به زوباهن، به شرکت ملی، به دستگاه اصلی از تهران اداره می شدن. بله. و ما حقوق سیستم حقوقی ما مینیموم حقوق و ماکسیموم حقوق در شرایط مساوی، یعنی فرض بفرمان یک کارگر ساده و رئیس کارخونه اگر سابقه یک کار مشابه می داشتن 5 برابر بیشتر اختلاف حقوق نداشتن. یک تکنیسیان فرض بفرمان 3 برابر با رئیس کارخونه اختلاف بیشتر نداشت. ما خیلی مواردی داشتیم، دیدم که مهندسی آمده بود، ناراحت بود، بخواست استعفا بده، بهش میگم که ببین حقوق تو که خیلی بیشتر از حقوق رئیسش، و من این رئیس رو به اطمینان این که یه آدم وزینی مثل تو اونجا هست این کار رو به رئیس دادم. و سیستم حقوقی من فکر نمی کنم جای دیگه ای دنیا بهتر از اون سیستم حقوقی از پایین تا بالا، یعنی کارگران وضع حقوقیش خیلی بهتر بود. بله، مراتب بهتر. و بینو مسئله تأمین مسکن مثلا باز ما الهام گرفته بودیم از نظر حلاسا بین 5% تا 10%، یعنی اگه یه جوان می اومد یه خونه کوچیک، خانواده کوچیکی بودن، کرایه منزلی که باید میدادن از 5% حقوقشون بیشتر نبود. اگر احتمالاً خانواده بزرگی بودن، 3-4 تا بچه داشتن و خونه بزرگ رو خواستن، کرایه‌ای که میدن بیش از 10% حقوقشون بیشتر نباشه. خب این شامل حال 1500 نفر میشد، شامل حال همه که نمیشد. ببینید برنامه این بود که اگر باید مبلغ کوچیکی که به قیمت زغال اضافه بشه میشه برای تمام کارخونه ساخت، برنامه رو شروع کرده بودیم. آها. ولی اونچه که ساخته میشد با این شرایط در اختیار کارگران داده متوجه شده. آقای دکتر، آقای مهندس، در مجموع رضایت کارمندان و کارگران جلب شده بود؟ یعنی شما اعتصاب داشتید، ناراحتی های کارگری داشتید، ناراحتی های کارمندی داشتید در اون 6-7 سال؟ در اون 6-7 سال خیلی نه، در اون این اواخر 2 تا اعتصاب داشتیم که من در هر اعتصاب 5-6 جمله بیشتر صحبت نمی کردم با کار قبل از انقلاب. در زمان انقلاب یعنی در یک اعتصاب اولی که داشتیم صحبت من این بود که اوامر شاهنشاه آیامه به ما اینه که زندگی شما روز به روز باید بهتر بشه. وقتی که میبینین تمام نشریات خارجی میبینن بالهای اقاب اوپک رو یکی یکی میکشیم، کاری نکنین که فردا پیش زن و بچه خودتون شرمنده بشین. عملا صحبت تمام شد، میرفتن سر کارشون. اعتصاب دومی که داشتیم به اینجا هم نرسید. یه روز خبر دادم که کادر کوکسازی نیامدن سر کار، بعد 10 دقیقه بعد کادر نورد نیامدن، بعد 10 دقیقه بعد کادر تعمیرگاه‌های مکانیکی نیامدن. گفتم به آقایون سرمهندسی بفرمان ساعت 10
دفتر مدیریت باشن. ساعت 10 جلسه‌مون شروع کردیم. وضع کارخونه چطوره؟ گزارش بدید. تهیه مواد، سنگ آهن چقدر داریم؟ ذخیره سنگ آهنمون چقدره؟ به علت اعتصاب راه آهن اگه یک قطار نرسید دچار اشکال خواهیم شد. زغال سنگ چی؟ همینجور. وضع گاز چی؟ فشار از 100 اتمسفر، از 60 اتمسفر آمده روی 20 اتمسفر، 5 اتمسفر دیگه بیاد پایین، دچار مشکل، دستگاه اتوماتیک کار نمیکنه، دچار مشکل خواهیم بود. برق چی؟ قبلا روزی یه دفعه برق قطع میکردن، خبر میدادن، الان روزی چند دفعه قطع میکنن بدون اطلاع و کارخونه در خطره. این صحبت با به تمام گزارش وضع رو که دیدم به همکاران، به سرمهندسی گفتم خواهش میکنم برید با همکاراتون صحبت کنید، کارخونه ارث پدر من نیست، ارث پدر شما هم نیست. مسئله مملکتی برای نسلهای آینده خودش سرمایه گذاری کرده، همه ما موظف به حفظ این هستیم. یا مثل آدم برین سر کارتون، یا مثل آدم برین بیرون از کارخونه، یا بالاخره بذارمتون بیرون و تا تکلیف مملکت روشن بشه. ساعت 12 آیون از دفتر رفتن، 2 ساعت بعد از ظهر تلفن ها شروع شد، پوشتازی رفتن سر کارشون، نور رفتن سر کارشون، کارگاهای دیگه رفتن. ببینید مسئله ما توی کار بزرگ بدون نظم که نمیشه. توی یک کاری که با فشار یه دگمه، با گردوندن یه دستگیره میشد تمام اون کار رو متوقف کرد، اون چه که مهم بود نگهداری روحیه یه کارگرد. یه روز ولی عهد تایلند آمده بودن به کارخانه، باز ضمن بازدید کارخانه از یکی از نورد ها که رد شدیم، بین نورد دیگه که می رفتیم وسط راه خبر دادن که نوردی که ازش رد شدیم کار متوقف شد. چک که کردیم یک کارگر گله کرده بود که چون رئیس من به من اهانت کرده بود، من میخواستم که مقامات بالا بفهمن. میفهمید که این میتونه 3 ماه کار کارخونه رو متوقف کنه با بریدن 2 تا سیم. وقتی یه چنین دستگاهی هست، خب این باید یه نظمی وجود داشته باشه، یه روابط انسانی بین همه وجود داشته باشه. این کاری بود که سعی میکردیم داشته باشیم. جان مهندس، چه تعداد از کارمندان زباهن در تهران بودن؟ و چرا در تهران؟ دفتر مرکزی تهران بود. به هر حال دفتر مرکزی تهران. ولی اصلاً نه. دفتر مرکزی سیاست کلی رو به هر حال دولت تعیین می‌کرد. ارتباط نزدیک با دولت لازم. متوجه هستم. شما در نزدیکی کارخانه زندگی میکردی نه؟ بله. به عنوان رئیس کارخانه. بله. و اخویتون دکتر شیبانی، ایشون هم اکثرا میومدن به اصفهان نه؟ تشریف میآوردن، هر 3-4 ماه یه دفعه گشتی میزدن، راهنماییمون میکردن. کارشناسان روسی ما چه تعداد بودن؟ عرض کردم کارشناس مجموعاً 900 نفر آمدن، حدود 500 نفر برای مرحله اول، 400 نفر برای مرحله دوم. وقتی که منتها کادر اولی که شروع کردیم صحبت این بود که مهندس
مهندسین ورزیده‌ای بیان که کار انجام بدن. حقیقتش پیشنهاد من این بود که کادر ورزیده که شوروی باید بفرسته که کار طبق نظر اونها انجام بشه. اگر کادر ورزیده ایرانی بیان، این بعد از 10 سال به سن بازنشستگی میرسه. اگه یه جوانی که از مدرسه در میاد بیاد 10 سال تو چنین کاری بزرگ بشه، این یه ثروت برای مملکت خواهد. این بود که کادر جوان این رو مدیر عامل پذیرفتن و عملا کار رو کادر جوان انجام دادن و واقع هم ثروتی برای مملکت بله. بودن. بعد از فتنه انقلاب خب یه عده برگشت خارج شدن، ولی اونهایی که موندن هم من سوال میکردن که هر اندستریالیست موفقی که میبینیم وقتی سوابق کارش رو نگاه میکنیم میبینیم یه مدتی در سپاهن کردن. اونهایی که خارج نشدن نقاط کارهای بزرگ مملکت بودن، طراحی های کارخونه های بعدی رو مهندسینی که در سوباهن کار کرده بودن، قسمت طراحی صنعتی ما در کارخونه های زیادی رو دادن، عملا بهترین مهندسین بعدی ایران مملکت ما بودن. جان مهندس، بعد از انقلاب وضع کارخونه چه شد؟ در ابتدای امر من هیچ خبر خاصی ندارم، فقط شنیدم که به صورت شایعه شنیدم که وقتی که میان کارخونه رو دوباره مرحله توسعه رو راه بندازن، قسمت فنی میگه که این با مقررات ما دستور عملهای ما تطبیق نمیکنه. رئیس کارخونه میگه اون قوانین تا قوطی بنزین دور کارخونه رو راه بندازیم، کوکسازی رو راه میندازن، منفجر میکنن، 5-6 تا مهندس، یک کارشناس روس، 5-6 تا مهندس ایرانی، یه عده زیادی هم کارگر کشته میشن. در چه روزهای اول؟ وقتی که میخوان راه اندازی بکنن، وقتی که میخوان مرحله توسعه رو راه اندازی بعد 11 سال طول میکشه تا بتونن دوباره جبران این خطا رو بکنن و مرحله توسعه راه بندازن. آماری که خودشون میدادن افتخار که ظرفیت کارخونه رو به 2 میلیون تن رسوندیم، سال قبل مثلا 1 میلیون تن بوده، حالا 2 میلیون تنش کردیم، در حالی که این از اول میبایست 2 میلیون تن میبود. این ظرفیت 500-600 هزار تن رو به نشف کرده بودن. بعد ادعاشون این بود که خیلی خوب، حالا در ظرف 3 سال مثلا از 250 هزار تن رسوندیم به 2 میلیون تن. یعنی ارقام خلاف واقع، اطلاعات خلاف واقع به مردم میدادن. ولی من اینا مطالبی است که شنیدم دیگه، خودم اطلاعات خاصی ندارم. حقیقتش به قدری از نظر روحیه ناراحت میشم وقتی میدیدم که شاهنشاه چه آرزوهایی برای مملکت داشتن، به چه صورت جان خودشون رو در معرض خطر برای که زندگی مردم بهتر بشه، و با چه شایع سازی های احمقانه ای این جنجال رو بپا کردن. آرامشگاه روحی مملکت ما رو تبدیل کردن به یک کالچر ترور فکر و عقیده. مردم خدا رو میپرستیدن. جان مهندس، ما چند دقیقه برای پخش آگهی ها متوقف میکنیم برنامه، بعد مجددا برمیگردیم خدمتتون. خواهش میکنم.
استارتک نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. سلام، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم کرم‌های پوستی آیوما محصولی از فرانسه رو به شما معرفی کنم. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست شما را با دستگاه‌های پیشرفته بررسی و تعیین کیفیت می‌کند. آیوما اسکین ایمیجینگ پوست شما را همراه با 3 روز سمپل هدیه می‌دهد. آیوما منحصراً در ساکس 5th Avenue، بیورلی هیلز و نیویورک. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست محصولی از فرانسه، فقط در ساکس 5th Avenue. چنانچه در خصوص انتقال پول از ایران به آمریکا و قوانین جدید اوفک، همچنین قوانین جدید بعد از تحریم‌های اعمال شده بر ایران، علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر هستید، از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های ایران محضر، دفتر خدمات حقوقی و مشاوره قضایی دکتر مهدی حائری، کارشناس قوانین ایران و آمریکا و مشاور امور اوفک توجه فرمایید. مهندس، سوال بعدی من اینه که آیا کارمندان زوباهن رو برای طی دوره‌های خاص به خارج کشور هم می‌فرستادین؟ به روسیه می‌رفتن؟ و یا کشورهای دیگه مثل هندوستان؟ همه جا. ببینین، ما کار خیلی بزرگ بود، تجربه همکارامون کم بود. من می‌دیدم مثلا تحصیل کرده یا آلمان یه مقدار خشونت توی کارشه. پیشنهاد من این بود که اینها رو حتما یک سال بفرستیم توی ملل آنگلوساکسون با سبک کار ملل آنگلوساکسون هم آشنا بشن. تحصیل کرده های دانشگاه های خود ایران اقلا 2 سال باز در ملل آنگلوساکسون که یه خورده بیشتر روحیه دموکراتیک دارن آشنا بشن و ببینن که کار تیمی غیر از کاری که یه فرد بخواد خودش بده، من اینم این کار این شکلی باید انجام بدم. تیم در دنیای آینده افراد نیستن که کار میکنن، تیم هست که کار میکنه. برای این کار یه خورده باید بیشتر گوشه کناره دنیا رو دیدن. بعد ما تازه از پاک
دبستان شاگرد می آمد که برای برنامه‌ای که اونا داشتن تعلیم بگیرن و بخانه مملکت خودشون رو درست کنن، کار کنن. کادر ما به شوروی می‌فرستادیم برای تخصص، برای بفرمان برای مدیریت اداریمون. نه تنها یه دوره مدیریت اضافه بر دیگری مهندسی که داره بگیره و دو ماه صنایع فولاد انگلیس، دو ماه صنایع فولاد فرانسه، دو ماه صنایع فولاد هندوستان، ببینه اونها چی کار میکنن که بیاد به حساب ادمینیستریشن کارخونه رو. آقای مهندس، شما با این همه تجربه، شما و برادرتون که متاسفانه خودشون تشریف ندارن و چقدر خوشحالیم شما تشریف دارین، شما و آقای دکتر امیرعلی شیبانی که این همه صادقانه خدمت کردید و انقلاب که شد در وضع بدی بودید. من خودم در اون روزهای بعد از انقلاب در یه محلی بودم که مادر شما یکی دو بار اومدن اونجا و خانومی که اونجا چیز بود در خانم، ایشون مادرتون میدونستن من اونجا هستم و گفتن که وقتی اومدن دنبال برادر شما، این در حدود 10 روز بعد از انقلابه، اومده بودن دنبال اخوی شما منزلشون، خانم لیستی رو دیده بودن که اسم من توش بود و اومده بودن به اون افراد بگن که بهتر دکتر گنجی مراقب خودش باشه. خب در این شرایط آیا روس‌ها به شما و آقای مهندس امیرعلی شیبانی، دکتر امیرعلی شیبانی هیچ پیشنهادی کردن که ما حاضریم کمکتون بکنیم جونتون حفظ بشه برین به خارج؟ من در ایران نبودم. شما نبودید. قرارداد سوباهن برادرتون بود. قرارداد به صورت موقت یه عددی پیشنهاد شده بود، این باید قطعی میشد. دو سه تا دولت عوض شد، مدیرعامل شرکت گفتن که خب یه دولت دیگه عوض بشه بخوان ایراد بگیرن، این چه وضع قرار، چرا قیمت رو قطعی نکردیم، برو با مهندس مشاور بشین روی قیمت قطعی کارخونه تصمیم بتونیم بگیریم. این بود که من رفتم به سوئیس با مهندس مشاور صحبت کنم، دیگه بعد به من گفتن بر نگرد، یعنی دیگه اوضاع عوض شد. و ایشون رو من حقیقتش درست نمیدونم، وارد جزئیات نیستم. تا اونجا که من میدونم کمکی بهشون نکردن. خب یه سوال آخر بکنم آقای مهندس، اون سوال آخر اینه که شما وضع زندگیتون چگونه هست؟ بعد از اینکه از ایران اومدین بیرون، شما و برادرتون مکنتی، ثروتی، چیزی داشتین؟ هرچه داشتیم، حتی ارث بعد از انقلاب رو هم گرفتن. و عجیبه که الان با کمک خرج اون مملکتی که به ما میگفت نسازیم زوب آهن، کمک خرج میده که من در این سن و سال زندگی میکنم. خیلی تشکر میکنم. حالا اگه اجازه بدین خطوط رو باز کنیم، همیهنان اگه سوالی دارن از شما سوال بکنن در 20 دقیقه که باقی مونده. خیلی ممنون. خب اتاق کنترل میتونیم خطا رو باز کنیم، همیهنان میتونید اگه لطف کنید خیلی کوتاه سوال بکنید که به دیگرانم بهشون برسه و میتونید سوال بکنید در زمینه زوباهن، صنعت زوباهن ایران در گذشته و همچنین در آینده، برنامه هایی که هست و کاری که انجام داره میگیره. خب در روزنامه دیدم، گفتم بهتون خبری که نوشتن، اینا تمام چیزشون فساده، اختلاس بزرگی که در شرکت مدیرعامل شرکت فولاده و یه جوان نوجوان 19 ساله است که به عنوان مدیرعامل شرکت فولادی اومدن گذاشتنش و در عرض مدت کوتاهی حالا میبینن که 100-200-300 میلیارد تومان دزدی شده. خب همیهنان
شماره تلفن ها رو گذاشتین روی چیز. جان مهندس در خدمتتون هستم، اگر مطلب دیگری داشته باشین بفرمایید تا اینکه خطا رو بگیریم. مطلب خاصی ندارم. بله خب همینان، اگر میبینم که یا تلفن ای بی داره، مطمئنن تلفن ای بی داره. خیلی خوب، یه خط داریم. خواهش میکنم بفرمایید. من یک سوالی داشتم از آقای مهندس شیبانی. خواهش میکنم. سوال من اینه که البته چرا بفرمایید ادامه بدین، از تلویزیون چیز نکنید، تلویزیون ببندین، سوال رو بفرمایید. بفرمایید، ما وقت نداریم اگه اینطور بخواییم چیز کنیم. خیلی معذرت میخوام. بفرمایید. سلام عرض میکنم. خواهش میکنم خانم، بفرمایید. آقای دکتر گنجی سلام عرض میکنم خدمت شما. من برنامه های شما رو پیگیری میکنم. من خودم معرفی نمیکنم، ما جز همون دولت شما بودیم. و جناب آقای شیبانی که فامیل نزدیک ما هستن، خودشون برادرشون، من از فامیل غفاری هستم آقای شیبانی و آقای بویساقیر هم اگه یادتون باشه مدیر تدارکات شما بودند. خب سوالتون چیه خانم؟ سوالم این بود که ما خاطره خوبی از این فامیلامون داریم، انشالله زنده باشم و من خوشحال شدم که ایشون رو من در تلویزیون دارم میبینم. فقط خواستم عرض ارادتی کرد. خیلی تشکر. خیلی تشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. ببینید دارین به تلویزیون گوش نکنید، تلفنی با هم صحبت کنید. جناب آقای شیبانی. بله دارن گوش میکنن. آقای دکتر شیبانی رئیس دانشکده علوم زیست شناسی که فوق العاده با سواد و با شخصیت و وطن دوستی بود، چه نسبتی دارید؟ خود دکتر شیبانی بودن که رئیس ذوبان شدن دیگه. شما دارین راجع به دکتر شیبانی که معاون دانشگاه بودند، راجع به دکتر شیبانی صحبت میکنن که معاون دانشگاه تهران بودند. آقای دکتر شیبانی رئیس دانشگاه تهران هم شدن، رئیس دانشگاه علوم، رئیس. بله درسته. بله شیبانی های خوب، اونهایی که تحصیل کرده صادق و امین بودن، همه قوم خشمان و چه شیبانی بوده باشن چه نباشن، نسبت اونها بیشتر شیبانی ها که تهران میشناسن اهل کاشان هم، ما بیشتر اهل خراسان. خواهش میکنم بفرمایید رو خط هستیم. بله من بفرمایید. من یک بار صحبت کردم قطع شد. من سوالم از آقای مهندس شیبانی اینه که چرا مسیحیان اصفهان به خصوص ارامنه را در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان دست خدمت نمی گرفتن، علتش چی بود؟ خیلی خوب، یه دو تا سوال دیگه هم میکنیم جناب شیبانی، بعد میریم خدمتتون. اگه یادداشت بفرمایید یکی دو تا سوال دیگه هم بکنم چون تمام خطا روشن. خواهش میکنم بفرمایید. جناب دکتر درود بر شما و درود بر جناب آقای مهندس شیبانی و سپاس از خدمات ایشان. سوال من اینه که چرا، به چه دلیل اصفهان را که یکی از مراکز کشاورزی و باغداری ایران بود برای این کار انتخاب کردند و چه کسانی در این انتخاب شرکت داشتند و چرا کارخانه را در جایی که بیکاری بود و کشاورزی نبود برپا نکردند؟ با سپاس مجدد. خیلی تشکر. خیلی تشکر. خب جناب دکتر یه سوال دیگه میگیرم بعد میام خدمتتون. خواهش میکنم بفرمایید. بله سوال ها میتونم بکنم؟ بفرمایید. صحبت کردین راجع به مخالفت آمریکا با به وجود اومدن ذوب آهن در ایران و گفتین یک مقدار مدارکی اون بیرون اومده، ممکنه بیشتر راجع به این توضیح بدین؟ بسیار خوب. خب جناب مهندس شنیدید سه تا سواله، یکی ارامنه را چرا استخدام نمی کردید، یکی چرا اصفهان را به عنوان مقر کارخانه انتخاب کردید، سومی هم اینه که مخالفت امریکا
برای چه بود و آیا اطلاعات بیشتری دارین؟ لطف بفرمایید توضیح بدید. چرا ارامنه رو استخدام نمی کردید؟ مطلقا چنین چیزی نیست. به متاسف چه چیزی باعث چنین خبری شده من اطلاع ندارم. مخالفت امریکا، مدیر عاملمون مخالفت امریکا میگن چی؟ اجازه بدین سوالهاشون رو به ترتیب جواب بدم. سوال اول که ارامنه رو استخدام نمی کردیم مطلقا صحیح نیست. حتی کارهای حساسمون، مترجمین حساسمون، منشیای حساس ارمنی بودن. چه به اصفهان انتخاب شد؟ از دو دید باید به این سوال جواب نگاه بکرد. یکی از دید کلی مملکتی، یه صنعت بزرگی بود، یه سرمایه گذاری بزرگی بود که باید انجام میشد. مملکت ما تهران بیش از حد، بیش از وسعت اندازه خودش بزرگ شده بود که بزرگی تهران مسئله به وجود آورده بود. سرمایه گذاری هم در اونجا زیاد بود. جنوب دژ آب داشت، برق داشت، سوخت ارزوخت داشت، امکانات سرمایه گذاری در جنوب به وجود آمده بود. منطقه مرکزی ایران یه منطقه خالی بود، منطقه صحرایی و خشک. این منطقه معادن و کارخانه در منطقه مرکزی انتخاب شد که به حساب یه هماهنگی در رشد مملکت به وجود بیاد. وقتی که این منطقه انتخاب شد دیگه مسائل فنی کارخانه مطرح بود. یکی کارخانه 3 دقیقه اگر آب به کوره بلند نمی رسید کوره از بین می رفت. یعنی ذوب آهن باید در نزدیکی مسیر دائمی آب باشه. یکی مسئله حجم مقدار آب و مقدار مواد اولیه برای وقتی فرض کنیم سنگ آهنمون 60%. جان مهندس، ما در حدود 10 تا خط روشن داریم. اگه لطف بفرمایید مختصرتر بکنید به دیگران هم میرسیم. ببینید بعد مسئله انتخاب چی شد؟ اصفهان چاره ای ندود، جای دیگه آب نداشت در مرکز ایران که انتخاب بشه. بعد دیگه در اطراف کارخونه مشخصات زمین بود، خورندگی خاک، مقاومت خاک، این جور مسائل بود که محل رو اصفهان تعیین کردن. امریکا، مخالفت امریکا، عرض کردم جناب سرلک وقتی انتخاب میشن برای وزارت آقای دکتر شیبانی رو عنوان معاونشون انتخاب میکنن و اولین صحبتشون این بود که میخوام روی ذوب آهن تصمیم بگیرم. آقای دکتر شیبانی جواب میدن که خواهش میکنم که اول من یه گزارش کوتاه یه مختصری از سوابق اطلاعاتون برسونم بعد تصمیم بگیریم. قبول میکنن و کی؟ اول وقت فردا یادداشت‌های سفارت امریکا رو مطرح میکنن و یادداشت اول که به صلاح شما نیست و با هم بسازیم، جوابی که مهندسین ایرانی بهشون میدن، نامه دوم رو آقای سرلک میپرسن این که مسئله خیلی بزرگی است. ببینید اون وقتی بود که هنوز ایران روی پای خودش وای نایستاده بود. اون وقتی بود که هنوز می جنگیدن. یه جایی که امریکا میخواست ارتش میفرستاد. در اون شرایط صحبت بعدی به این صورته که پس اینکه یه مسئله خیلی مهمه من آسون نمیشه از روش گذشت. جواب آقای دکتر شیبانی به ایشون این بود قربان اگر روی مسائل داخلی یه کارخونه دیگه یه مسئله یه اشتباهی جناب عالی بفرمان
بنده رو کنار میذارین یا یه مدیر کل کنار میذارین مشکلتون حل میشه. ولی در مورد زباهر اگر جنابالی اشتباه کوچیکی بفرمان نخوش وزیر باید استفا بدن کنار برن. اون روز چنین قدرتی نداشتیم. بعد از اینکه بمب‌های اتمی نشون داد که دیگه جنگ نمیشه، بعد از اینکه امریکا در ویتنام و در کره موند، علازتم دیدم دیگه جنگ نمیشه، گفتم خب پس جان خودمون جانشون ریسک کردن، ازشون کمک، از شوروی کمک بگیریم که شاید امریکا اروپا همه کمک کنن به پیشرفت مملکتمون. خیلی تشکر. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستیم. آقای دکتر با عرض بسیار سلام خدمت جناب مهندس شیبانی، تمام فرمایشات ایشون رو من شنیدم و تأسفم نسبت به کشور ایران و افرادی که ما رو به این مخمصه و بیچارگی و معضل پیچ در پیچ دچار کردن صد چندان شد. از حضور ایشون استدعا میکنم بفرمان با تمام این همه پیشرفت ها و با تمام این که مهندسین و کارآمدهای ایران بسیار مبرز بودن، چطور شد یک همچین بلوایی ما گرفتار شدیم؟ آیا تصور میفرمایند؟ آیا در کوتاه مدت میتوانیم به کشورمون خدمت کنیم؟ ما که جوانان سوخته اون مملکت هستیم. خیلی ممنونم، عمرتون دراز باد، خدماتتون شایسته و در تاریخ حک خواهد شد. خدا نگهدار. خیلی تشکر خانم. آقای دکتر یکی دو تا سوال دیگه میگیرم میام خدمتتون. بفرمایید. هرچه باشه سوال منم مثل سوال خانم بود، با تشکر از خدمات جناب مهندس میخواستم ببینم که چی شد که نیتی که پادشاه داشتن، نیت پاک بود و ایرانو به تمدن بزرگ برسونن، چه اتفاقی افتاد که تحلیل سیاسی ایشون راجع به این اتفاق یا این انقلاب؟ خیلی ممنون. میخواستم جویا بشم. مرسی. خواهش میکنم بفرمایید، روی خط هستیم. خواهش میکنم بفرمایید روی خط هستیم. سلام علیکم. سلام، مرحمتتون زیاد. من یک سوالی از آقای مهندس شیبانی داشتم، بخواستم. بفرمایید. الو. بفرمایید. با تلویزیون چیز نکنید، با تلفن صحبت کنید. بخواستم ببینم که آیا این کارخانه‌جاده روسی در برابر کارخانه های آمریکایی و اروپایی عقب افتاده نبود؟ خیلی تشکر. آقای جناب مهندس بفرمایید. خط خیلی داریم ولی میخوام شما صحبتتون بفرمایید. آقای محترم فرمودن سوال کوچیکی نیست. ببینین آدمیزاد رو باید بشناسیم، جامعه رو باید بشناسیم. آدمیزاد یه موجود ساده ای نیست، یه موجود کمپلیکه است. جامعه باز یه موجود کمپلیکه تریه. شما وقتی که میبینین یه میلیارد جمعیت دنیا مسلمانن، یه میلیارد عیسوی هن، یه هندو هن، شینتو هن، نمیدونم هزار جور، همه اون چه که فکر میکنن حقیقت میدونن، خود این نشون میده که در اون چه که ما حقیقت میدونیم حقیقتی وجود نداره. وقتی که ما چیزی نمیدونیم، حرفایی رو که میشنویم از افرادی که بهشون اعتماد داریم، اینها رو باور میکنیم و اینها به صورت اعتقاد ما در میاد. یه طرف قضیه اینه، یه طرف قضیه یه دیگه اینه که احساسات آدم حد و انتها نداره. آدمیزاد آزادی جز به طبیعت ما، خواستن آزادی، مساوات، طبیعت آدم مساوات رو میخواد، عدالت، طبیعت آدمی عدالت رو میخواد. حالا آدمیزاد حرفی رو که
یه مقدار خودخواهی هم آدمیزاد داره. آدم خودخواه دوست داره انتقاد کنه. آدم خودخواه وقتی انتقاد از یه چیزی رو میشنوه زودتر قبول میکنه تا تعریف از یه کاری رو. اینها وسیله میشه که آزادی، دموکراسی، عدالت، حکومت مردمی، دموکراسی ابزار جنگ سرد جهانی بشه. یعنی وقتی با احساسات آدم رو، احساسات که حد نداره، که بهترین ایدئال ها رو، بهترین رو آدم میخواد، ولی اون کسی که مجری عمله محدودیت زیاد داره. از طریق احساسات آدم میشه آدم رو خیلی ساده گرزن. مسئله این نیست که طرف خدمت کرد یا نکرد، مسئله اینی که دشمن وقتی شروع میکنه به بدنام کردن، شایعه و یا شایعه سازی تو ذهن مردم اثر میکنه. ما مسلمان بودیم، قرآنمونو نخونده بودیم. وقتی به ما ایراد میگیرن که مثلا اگه گذاشته بودن کتابشو خونده بودن این آدمو میشناختن، ولی قرآن که دستمون بود، مذهبمون بود، خونده بودیم. آقای دکتر، ما خیلی خطا روشنن. اگر شما این سوالی که گفتن آیا این فسایلی به ما دادن روسا کهنه نبود در مقابل غربی ها؟ ببینید، مسئله اینه که شما چی میخواین بسازید. کوره بلند روس ها بهترین کوره بلند دنیاست از نظر مواد نسوزی که کار میکنه، ولی فضل و فرمان بولدوزر روسی به خوبی بولدوزر امریکایی هیچ وقت نیست. ولی وقتی به ما نمیدادن چیزی رو، ما و شوروی قبول کرد که این کمک رو به ما بده، ما گرفتیم. بعد هم دستمون باز بود که در توسعه بهترین دنیا رو بخواهیم. اون وقتی بود که دیگه خارجی ها همه قبول کردن که باید کمک بکنن، ولی وقتی کمک نمی کردن و کوره روت بهترین کارشناس متالورژی دنیا میگو من اگر حتی کوره روسی رو گرونترم بفروشم، من ترجیح میدم به کوره های ساخت جای دیگه، با چویس نداشتیم. خب خیلی تشکر، یعنی جوابتون دادن میفرمایند که زمانیست که محصول خیلی یعنی ورق های خیلی نازک آدم بخواد تولید کنه، اونجا مسئله این که دستگاه ها باید حساس‌تر و دقیق‌تر باشن پیش میاد، ولی ما به اون مرحله نرسیده بودیم. خب فرمودن که ما بهترینی رو که میتونستیم بگیریم توی دنیا گرفتیم، دیگه نمیتونستیم تو هفتیر بذاریم پشت رئیس جمهور امریکا بگیم به ما کارخانه زوبا هم بده، که نمیدادن به ما، نه اروپایی ها میدادن، نه امریکایی ها میدادن، نه کس دیگه بود بده. این بهترینی بود که میتونستیم بگیریم. بفرمایید، روی خط هستیم. بفرمایید روی خط هستیم. بفرمایید روی خط هستیم. بفرمایید روی خط هستیم. درود بر شما. از جناب شیبانی من یه سوال داشتم، آیا سازمان امنیت نقشی در انقلاب داشت یا آیا باعث سقوط رژیم شاهنشاهی نشد؟ خیلی ممنون. اصلا این سوال مربوط به برنامه امروز ما نیست. برنامه ما راجع به زباهنه، راجع به که سازمان امنیت چی کار میکردیم اینا نیست. جناب شیبانی خیلی تشکر میکنم از لطفتون، از محبتتون که تشریف داشتین در برنامه. به اخویتون باید خیلی سلام ما رو برسونین و خیلی هم باعث افتخار هستید که شما مدیران ایران در گذشته و کسی نمیشناختتون. میتونم یه سوال بکنم برای اینکه هممیهنان بفهمم حقوق و مزایای شما در ماه چقدر بود آقای مهندس؟ برای تا وقتی که کارخونه ساخته نشده بود ماهی 4000 تومان حقوق من بود. حقوق مهندسینمون چون قرار دادی بودن دو برابر حقوق من بود. یعنی هیچون حقوقشون اول بوده 550 دلار. 7 تومن حساب کنید.
و البته بعد سالهای آخر بالاخره حقوق همون بالا رفت. چقدر شد؟ چقدر شد آقای؟ جمعن مجموع مثال اگر با مالیات و صرف به دست من ماهی 20,000 تومان میرسید. ماهی 20,000 تومان؟ 20,000 تومان. 20,000 تومان. یعنی بوده حقوقشون 2,900 دلار آخر سر. با دلار 7 تومان دارم حساب میکنم. برای 2 سال آخر. بله، 2 سال آخر. یک دنیا تشکر. جناب مهندس، یه سوال دیگه. مال و دارایی خارج از کشور شما و اخویتون چی هست؟ خارج از کشور؟ هیچ. هیچ. سلامتی براتون آرزو میکنم. شما باعث افتخار ما هستین، اخویتون هم به همچنین. خیلی تشکر میکنم. تشکر میکنم از اظهار لطفتون، از محبتتون، از اینکه فرصت به من دادین که با هم میهنان صحبت کنم. خیلی تشکر. تشکر. خب هم میهنان، تا برنامه هفته آینده. اینا مدیران کشور ما بودن. Thank you.